سومین روز دی ماه برابر با 24 دسامبر سال 1326 خورشیدی برابر با 1947 میلادی، درگذشت شیخ حبیب الله ذوالفنون تهرانی، منجم و شاعر معاصر که در سلطان آباد عراق به دنیا آمد. او به مدت 20 سال بدون آنکه استادی داشته باشد به تحصیل علوم مختلف پرداخت. ذوالفنون سپس به نجف رفت و مدت 10 سال به فراگیری زبان عربی همت گماشت. وی چندی در دارالمعلمین مرکزی و مدرسه عالی سپهسالار علوم ریاضی را تدریس کرد و آثاری را نیز از خود به یادگار گذاشت که حرکت قمر و دیوار اشعار از آن جمله اند. سال 1340 خورشیدی برابر با 1961 میلادی، درگذشت سید محمد صادق طباطبایی از رجال مشروطه که در تهران متولد شد و تحصیلاتش را در نجف ادامه داد. او در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه قاجار به تهران آمد و مدرسة الاسلام را تأسیس کرد. وی فعالیت زیادی برای نهضت مشروطه نمود. او در دوره استبداد صغیر به مشهد و سپس به اروپا تبعید شد و بعدها در 3 دور به مجلس راه یافت. سید صادق طباطبایی برای چندی سفیر کبیر ایران در ترکیه گردید و در دوره 14 مجلس نیز به وکالت رسید و با اکثریت ضعیفی رئیس مجلس شد. سید محمد صادق در مجلس در مقابل سید حسن مدرس فعالیت می‌کرد و از دوستان نزدیک رضا شاه به شمار می‌آمد. سال 1300 خورشیدی برابر با 1921 میلادی، زادروز مهندس عباس صحاب، جغرافیدان، نقشه‌نگار و پایه‌گذار نقشه‌نگاری نوین در ایران و همینطور بنیانگذار مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی صحاب است. عباس صحاب که در روستای فم تفرش متولد شد، تنها پسر ابوالقاسم صحاب از دانشمندان عصر خود بود. وی در دوره دبیرستان اولین نقشه تهران را بعد از 6 ماه کار و تلاش به خط لاتین تهیه کرد. عباس صحاب به دلیل علاقه وافر به دانش جغرافیا به همراه پدر سنگ بنای نخستین مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی خصوصی ایران را گذاشتند. او برای تهیه نقشه های مناطق گوناگون ایران به بیش از 30,000 شهر و روستا سفر کرد و با همکاری مؤسسه کولومبوس آلمان کره جغرافیایی را به خط و زبان فارسی تولید کرد. عباس صحاب مؤلف و نقشه‌نگار و ناشر صدها اطلس و نقشه جغرافیایی از شهرها و استانهای ایران، کشورهای خاورمیانه، خلیج فارس و دودمانهای تاریخی ایران است. او با ابداع سبکی نوین در تولید نقشه‌های جغرافیایی به عنوان یکی از نقشه‌نگاران صاحب سبک در دنیا مطرح شد. عباس صحاب افزون بر مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی صحاب و چاپخانه جغرافیایی صحاب، کتابخانه جغرافیایی صحاب را نیز به یادگار گذاشت.